مذهب ایرانی ها در اون زمان، مذهب غالب ایرانی ها، مذهب اهل سنت بوده. حاکمان ایرانی وقتی ما نگاه میکنیم، حاکمان برجسته‌ای مثل سامانی ها و حتی قبل از اینها صفاری ها، طاهری ها، اینها همشون چیکاره بودن؟ اهل سنت بودند. توجهی که به علم داشتن، حکامی که در کنار خلافت عباسی هنگامی که احساس ظلم میکردن سر به شورش در آوردن و حکومت منطقه‌ای تشکیل دادن. بعضی حکومت ها در یک منطقه محدودی بوده، بعضی حکومت ها قلمروش خیلی وسیع و گسترده ای بوده. و بعد از اونها غزنوی ها، حنفی های خیلی متعصبی بودن، در تاریخ می نویسه حنفی های خیلی متعصب بودن که حتی نسبت به شوافع هم گاهی تضییقات قائل بودن، چون در ایران مذهب حاکم مذهب حنفی مذهب شافعی بوده. بخشی از مناطق ایران شافعی بودن، بخشی حنفی ها، ولی اونها حنفی های متعصب بودن که تضییقاتی برای شافعی ها هم داشتن. و تا اون که میرسه دوران اون شکوفایی حکومت های حکام ایرانی، حکومت های خود ایرانی، که دوران سلجوقی ها، دوران سلجوقی ها یک دوران بسیار درخشان تاریخی است. تواریخ درباره دوران سلجوقی ها، حاکمان سلجوقی و علما و فرزانگانی که در عهد آنها بودند مطالبی دارد، ولی اون چی که بزعان باید داشت، هنوز که هنوز تاریخ کاملی که در رابطه با سلجوقی ها و خدمات آنها به ایران، قبل از اینکه خدمات به اسلام بگوییم، خدمات به ایران، بالاخره یک هویت ایرانی توانستن اونها احیا بکنن، احیا کردن هویت ایرانی، در سایه حکومت سلجوقی ها بود که در ایران مراکز علمی عظیمی به وجود آمد. اندیشمندان برجسته‌ای متصدی قضاوت و تدریس و افتا و تألیف شدند. نظامیه در بغداد و در نیشابور، به شما که عرض کنم در مرو، در هرات، شاخه ها و شعبه های آن، با یک نظم بسیار عجیبی، هم حقوق مرتب و منظم و همچنین حتی به طلبه ها، معروفی که ماهانه به طلبه ها حقوق می دادن برای که علاقه مند باشن، تشویق باشن به کسب علم و رشد و ترقی در این زمینه. در همون اثنا هم نگفته نماند، مذاهب دیگری هم در ایران گاه وقتی سر بالا می آورد، حالا گاهی با به علت نارضایتی از هیئت حاکمه، و گاهی هم در اثر بقایای اون افکار مانوی، مزدکی، زردشتی که در بعضی افراد ممکنه باقی مانده است. مثلا در دوران سلجوقی ها دو تا حرکت بازدارنده ای برای سلجوقی ها که منتهی می شود به شکست آنها و به از دست دادن حکومت توسط آنها می شود. یکی اسماعیلی ها بودند. اسماعیلی ها به اسم خود را شیعه می دانستند، اسمن ادعای ولایت و دوستی آل بیت داشتند، ولی از این شعار می خواستند به نفع مقاصد شوم و شیطانی خودشون بهره برداری بکنند. هیچ وقت یک گروهی که بر باطل نمیاد همه چهره های خودش را آفتابی بکنه، قطعا برای خودش یک برنامه های پنهان داره، یک برنامه های آشکار داره. برنامه های پنهان اسماعیلی ها که در دوران به عنوان قرامطه معروف بودن، در دورانی در مصر به عنوان فاطمی ها معروف بودن، و بعد از اون گروه های از اونها منشعب شدن، دسته ای در لبنان الان به نام دروزی ها الان هستن، شاخه ای از اونها هستن، در هندوستان گروهی هستند به نام بهره، باز هم بقایای همونها هستند که از اونها منشعب شدند، در سوریه گروهی اندکی هستند به نام نصیری ها، و در ایران هم گروهی بودن به نام قرامطه که بعداً اسماعیلی هم شناخته شدند. قلعه علمود به عنوان پایگاه اونها در جهت ضربه زدن بر اسلام به معنای واقعی بود. اعتقادات اونها یک آمیزه ای از برنامه های اسلام بود، از مانوی ها بود، از مزدکی ها، یعنی برنامه اباحیگری
چون میدانیم که این دو تا گروه در ایران ریشه ایرانی داره، مانوی و مزدکی. مانوی ها جنبه زهد و مسئله اخلاقیاتشون بر جنبه های دیگرشون میچربید، مزدکی ها جنبه های اباحیگری بیبندوباری اونها بر جنبه های دیگرشون میچربید. اسماعیلی ها در حقیقت آمیزه ای از این افکار داشتن و هدفشون هم ضربه وارد کردن بر اسلام بود. شیوه کار اونها اسماعیلی ها چی بود؟ ترور بود. در ترور کردن افراد مهارت خیلی عجیبی داشتن. عالم رو ترور میکردن، حاکم ترور میکردن. معروف میگن امام فخر رازی در هرات مجالس وعظ و ارشاد داشت، برگزار کرد. هرات هم جز ایرانه، جز ایران بود، یعنی بخش عظیمی از عراق، بخش عظیمی از افغانستان، ماوراء النهر، مناطق خارزم، همه اینها جز ایران بوده. ایران دوران سلجوقی، دوران شکوفایی ایران بوده. میگن به امام فخر رازی در دفع شبهه های فرقه های غیر اهل سنت جلساتی داشت. این فرقه اسماعیلی ها به او پیغام دادن که دست از این تبلیغاتت بردار و الا میبینی اون چی که در انتظار نداشتی. امام فخر رازی بدون اعتنایی به اینها مرتب جلساتش ادامه پیدا میکرد و وعظ و سخنرانیش هم دائر بود و طرفداران زیادی داشت. یک روز صبح که امام فخر رازی از خواب بیدار میشه، میبینی یک شمشیری کنارش قرار داده شده است. تعجب میکنه با اون احتیاط ها، با اون توصیه هایی که به او شده، چگونه توانستن این شمشیر ماره کیه؟ بعد دوباره به او یادداشت دادن در جلسه دوم، این شمشیری که کنار تو بود شمشیر فدائیان در راه حقه، اگر دست از تبلیغ بر نداری با این شمشیر به تو نشان دادیم، سرت از تنت جدا میکنیم. منظور که اینها در ترور کردن افراد، خواجه نظام الملک توسط همین ها ترور میشه. شخصیتی که خدمات او در تاریخ اسلام و در تاریخ ایران جاودانه است، بهایی که به اهل علم داده است، شخصیت های برجسته ای که تحت حمایت او توانستن فعالیت ها داشته باشند، جلسات و محاورات و بحث ها داشته باشند. در همون دوران هم می توانیم بگوییم که فرقه های دیگری هم در ایران وجود داشتن. البته ناگفته نماند وقتی میگوییم که مذهب حاکم مذهب اهل سنت بوده، که خود استاد مطهری در این کتاب خدمات متقابل در صفحه 124 و 126 در همه جا میگه که مذهب غالب ایرانی ها مذهب اهل سنت بوده. از چند جهت هم میتوانیم استدلال بکنیم. برجستگان ایرانی، شعرا، وقتی نگاه میکنید همشون بخوانید و 100% هم شک نکنید که اینا مذهب جان اهل سنت بوده. فقها همینطور، مفسرین همینطور، ولی البته در بعضی مواقع گرایش به تشیع نه به عنوان یک فکر مذهبی، به عنوان یک فکر سیاسی در ایرانی ها وجود داشته است، به خصوص زمانی که از هیئت حاکمه خودشون دچار رنجش می شدن. بهانه تنها راهی که بتوانند علیه حاکم خودشون فعالیت داشته باشن و بتوانن حاکم را ساقط بکنن، همین تشکل فکری بود، که همین تشکل فکری کم کم رشد پیدا میکنه، سازمان یافته میشه تا به این صورتی که الان میبینیم میرسه. اما در عهد صفوی ها، ما میخوایم اشاره به دوران صفوی ها داشته باشیم. دوران صفوی ها فرق میکنه با دوران گذشته. درسته که بنیانگذاران پادشاهان صفوی خودشون سنی بودند، شافعی بودند، بلکه شیخ صفی یکی از فقهای شافعیه بوده است. شیخ صفی الدین اردبیل از فقهای شافعیه است، تألیفاتی هم در این زمینه داره. اما چی میشه که فرزندان او با اهل سنت دشمنی میورزند و فتوای کشتار اهل سنت صادر میکنند؟ جمعیت 140 میلیونی ایرانی که در عهد ساسانی 140 میلیونه، در دوران صفوی ها به 14 میلیون تقلیل پیدا میکنه. این کشتاره. البته یک کشتار دیگری قبل از اون هم تاریخ ایران هم داشته است، کشتار مغول.
که کشتارشون از مرزهای ایران هم فراتر رفت، بغداد و شام را هم جویهای خون در اونجا هم راه انداختن. یعنی اسلام با دو تا فاجعه بزرگ و یک حرکت بسیار و کشتار فجیعی روبرو شد امت اسلامی، یکی در عهد مغول و یکی در عهد صفوی ها، یعنی سه قرن و نیم بعد از اونها، بعد از دوران مغول. هنگامی که فتوای رسمی هیئت حاکمه با همدستی بعضی رهبران مذهبی مبنی بر قتل عام مسلمان های اهل سنت در ایران صورت میگیره و کشتار عظیمی اتفاق میافتد. چیزی که باعث میشه، یک نکته دیگری که جلب توجه میکنه، باعث میشه عده‌ای هم بلا فاصله خیلی زود، بعضی جاها خیلی زود بپذیرن تغییر مذهب بدهن، اون اندیشه صوفیگری بوده. نمیخواهیم اساس صوفیگری را به طور کلی تخته بکنیم، نه نمیخواهیم این کار بکنیم. صوفیگری مراحلی داشته است. یک مرحله ای که در جهت تزکیه و خودسازی بوده و خود در روح برنامه های دینی ما وجود داره، بعد افلح من تزکا و ذکر اسم ربی فصلا، نماز و ذکر و تلاوت قرآن و غیره، این که در روح برنامه های دینی در جز جوهره دینه. توجه کردید اگر علما و برجستگان ما نسبت به اونها نسبت تصوف داده میشی، از این قبیل تصوفه. توجه کنید، اونها به بعد تزکیه اهمیت زیادی میدادن بدون اینکه عنوان برای خودشون انتخاب بکنن. مرحله دیگری از تصوف که این تصوف آمیخته است با اندیشه های غیر اسلامی که همون اندیشه مانوی و مزدکی باشه. چرا دور برویم؟ چون در ایران رشد داشته، قوی بوده، ریشه داشته، ریشه دوانیده در افکار و اندیشه زردشتی و اندیشه فلاسفه. اندیشه تصوفی که در زمان عهد صفوی ها بوده، صوفی های عهد صفوی که خود همون شیخ صفی هم درستی که مذهبش شافعی بوده ولی از نظر فکری دارای این فکر و دارای این اندیشه بوده و زمینه برای تغییر مذهب فراهم میشه، به خصوص که حکومت با قسوت و سنگدلی و بیرحمی تمام هر فکر مخالف را سرکوب میکنه، هر اندیشه مخالف را از بین میبره حکومت اینه. و به خصوص که وعده های مالی، فقر در اون زمان، فقر وجود داشته در مناطق، در شهرهای غیر مراکز، فقر در جامعه اسلامی بیداد می کرده. بعد از اون دوران تنشها، نوسانها و تزلزلهایی که وجود داشته، ثبات از کشور رخت بربسته، قطعی که از نظر اقتصادی هم اون ملت ضعیف و ناتوان باشه، اونها هم از قسوت حکومت، از وضعیت اجتماعی که برای مردم پیش آمده، از همه اینها بهره برداری میکنن و مذهب ایرانی ها را از اون تاریخ میتوانن از مذهب اهل سنت به مذهب تشیع عوض بکنن. اونهایی که حاضر نمیشوند و کشته میشوند، کشتار عجیبی راه میافتد. حتی معروف در اصفهان، تاریخ صفوی ها را شما بخونید حتما، در اصفهان این بخشنامه میگه به همه رسیده که هر کس سر در خانه او ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، فمن دخل حصنی امن من عذابی نوشتن شود. حالا ادعای شیعه بکنه یا هر ادعای بکنه قبول نمیشه، باید کشته شود، باید کشته شود. این در خود کتب تاریخ صفوی ها که از جالب توجه اینه که نویسنده این تواریخ بیشتر از نواده های خود صفوی هاست این کتاب ها را نوشتن. حتی آخرین سنگری که میگن مقاومت کرده در برابر فشار صفوی ها کازیرون بوده. کازیرون یک سنگر خیلی مقاومی بوده که به راحتی فتح نشده توسط اونها، کشته های زیادی داده. من خودم یک کازیرونی مدت قبل ملاقات کردم، از اون پرسیدم، گفتم مقبره کازیرون و فلان که من در کتاب های تاریخ دم، گفت بله خیلی اینجا اسامی که ما در تاریخ ها هست فلان هم از اهل سنت بودن. یا در اردبیل مثلا وقتی شما نگاه میکنید، در خود قم، در خود قم که البته قم زودتر از جاهای دیگر، حتی قبل از دوران صفوی فکر شیعی در قم وجود داشته. در بعضی شهرهای ایران عرض کردم که فکر شیعی وجود داشته، بعضی حکومت ها هم
در بطن حکومت های دیگر گاهی که سر بر بالا می آوردن صرفا به منظور شکست دادن ادعای تشیع هم داشتن، مثلا آل بویه ادعای تشیع داشتن، ولی اینکه آیا این آل بویه شیعه زیدی بودن، اسنه عشری بودن، به احتمال زیاد اسماعیلی بودن، به احتمال زیاد در ابتدا در ایران جای پایی که برای اینها باسود از فکر تفکر اسماعیلی ها بود و گروه های دوم سومی که وجود داشت در بین اونها زیدی ها بودن، یک مقطعی زیدی ها هم تشیع شیعه های زیدی در ایران حضور داشتن. ارتباط اونها شیعه های زیدی با اهل سنت خیلی ارتباط خوبه که الان در یمن 50% یمنی ها شیعه زیدی هستن. اونها در ضمن این که علی را شایسته تر به خلافت میدونن ولی خلافت ابوبکر و عمر را هم مشروع میدانند و میگن من باب خلافت امامت و خلافت مفضول بر افضل و فاضله. توجه کردید؟ این اندیشه دارن زیدی ها. پشت سر همدیگر نماز میخونن، در مساجد همدیگر حضور پیدا میکنن، اختلاف بین اونها نبوده. اخیرا یک مقدار اختلاف بین زیدی ها و شافعی های یمن به وجود آمده که این ریشه در تحریکات خارج مرز خودشون احتمالا داشته باشد. دوران صفوی ها برای ایران یک دوران بسیار اسفباری بود. همه اون موفقیت ها، همه اون پیشرفت هایی که در عهد سامانی ها، در عهد غزنوی ها، در عهد خوارزمشاهی ها و در عهد سلجوقی ها در ایران اتفاق افتاد و پیش آمد، در مدت خیلی کوتاهی توانستن همه این موفقیت ها را از بین ببرن، شخصیت های برجسته را از دم تیغ بگذرانن. به شما که عرض کنم هیچ فرصتی به افراد مخالف به هیچ عنوان نمی دادن. شکنجه های اونچنانی که در کتب تاریخ وقتی می نویسه مو بر بدن انسان راست میشه که با چه وسیله ای، با چه شکنجه هایی با شخصیت ها و برجسته ها و علما برخورد می نمودند. قطعا در مدتی هم مقاومت صورت می گیره، در بعضی جا کمتر، در بعضی جا بیشتر، تا سرانجام مناطق مرزی می فهمیم که کلن از نظر مذهبی تغییر مذهب می دهند. تغییر مذهب می دهند. مناطق مرکزی، مناطق مرزی یک عده از اونجا پناه می آورند، یک عده که بقایای خودشون بوده دست نخورده تر باقی می ماند.